بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما رفقای نازنینم. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خیلی مخلصیم به آخرین جلسه از آموزش فصل چهارم دما و گرما رسیدیم. امیدوارم که خسته نشده باشید. ایشالله تو این جلسه ما آموزش فصل رو تموم میکنیم و ایشالله اگر عمری باقی باشه از جلسه بعدی تست های فصل چهارم جزوه تستمون رو شروع خواهیم کرد. تو این جلسه راجع به مفاهیم پایستگی مول و رابطه قانون گازهای کامل پی وی برابر است با ان آر تی میرسیم، مفصل راجع بهش صحبت میکنیم، هر کدوم چه پارامتری هست رو با هم دیگه میبینیم، ولی خود پی وی برابر است با ان آر تی رو مفصل ایشالله برای بچه های ریاضی در فصل بعدی خواهیم دید. یک تست هم باز هم من تاکید کنم، سوال هایی که ترکیب قانون گازها و فشار هست خیلی مهمه، قطعا برای شما سوال میاد، به خاطر همین من تو این جلسه هم ازش سوال آوردم. بریم ببینیم بچه ها، ما تا اینجا راجع به این رابطه نسبی گازها پی وی تیوم که یه مقدار ثابتی، مفصل راجع بهش صحبت کردیم، انواع حالتاشو دیدیم، هم حالتایی که هر ستاش تغییر کنه ولی در مجموع ثابت بمونه، هم وقتی که یکی از کمیت‌ها ثابته و بقیه تغییر میکنن. این مثال های بسیار مهم از ترکیب هم فصل فشار هم همین قوانین گازها رو با هم دیگه دیدیم که قطعا در آزمون ها شما ازش سوال میبینی. ولی الان میخوام یه سری دیگه بهت بگم. من تا اینجا بهت گفتم که این رابطه نسبی گازها پی وی تیوم یه عدد ثابتیه، تو هم تا اینجا قبول کردی. الان میخوام بهت بگم که آقا اینی که ثابته برابر با چقدره. میگن معادله حالت یا قانون گازهای آرمانی یا همون کامل. این پی وی تیوم که برابر همیشه یه عدد ثابتی بود، برابر است با ان آر. ان ضرب در آر. ان چیه؟ ان تعداد موله. ان کوچیکه، تعداد موله. آر هم یه ثابت جهانیه، یه مقدار ثابتیه برای گازها که حالا الان جلوتر میبینیم چیه. بقیه پارامترها هم که باهاش آشناییت داریم. این تعداد مول ان کوچیک چند جور حساب میشه؟ خیلی وقتا که اصلا بهت میگه، میگه آقا مثلا نمیدونم این گاز هم 2 مول گاز، 3 مول گاز. ولی اگر بهت نده بگی مثلا تعداد ذره گاز که با ان بزرگ نشوینن، تعداد ذره گاز یا همون ان بزرگ تقسیم بر عدد آووگادرو که با ان آ نشونش میدن، ان کوچیکو به میده، تعداد مول رو به میده. یا جرم به روی جرم مولی، یعنی جرم گاز به روی جرم مولی، ام کوچیک به روی ام بزرگ، هم دوباره تعداد مول رو بهمون میده. شما با اینها داخل شیمی خیلی سر و کار دارید، ولی حالا من الان اینجا هم خواستم که شما دوباره این رو ببینید. پس هم از دو تا رابطه میتونیم این رو استفاده کنیم، یکی اینکه تعداد ذره گاز ان بزرگ رو تقسیم بر عدد آووگادرو کنیم، ان آب که الان میگم عدد آووگادرو چیه، یا اینکه جرم گاز ام کوچیک رو تقسیم بر جرم مولی ام کنیم تا این تعداد مول ان کوچیک ما به دست بیاد. ببین اینجا عدد آووگادرو رو برای توضیح دادم، میگه به تعداد 6.02 ضرب در 10^23 ذره از هر ماده، زیر هر خط بکش، یعنی مهم نیست چه ماده، از هر ماده ای من انقدر داشته باشم 1 مول از آن ماده میگوییم. پس به تعداد 6.02 ضرب در 10^23 ذره از هر ماده 1 مول از آن ماده میگوییم. این عدد بزرگ رو با ان آ، همین این رو با ان آ نشان داده و به آن عدد آووگادرو رو میگوییم. پس عدد آووگادرو همیشه یه عدد ثابتیه، برابر با 6.02 ضرب در 10^23 هستش که بهش میگیم عدد آووگادرو. خب من فقط این پی وی برابر است با ان آر تی رو یه بار دیگه توضیح بدم. این تی رو آوردم بالا، در این ضرب کردم، شد پی وی برابر است با ان آر تی. پی که فشار بود، وی حجم بود، ان تعداد مول گاز، آر ثابت جهانی گازها، تی هم که دمای گاز ما بودش. خب بچه ها، یه رابطه بسیار مهمی که ما میخواییم راجع به چگالی گازها با هم دیگه ببینیم، چیز جدیدی نمیخوام بهت بگم، فقط میخوام یه سری چیزا رو جایگذاری کنم. ببین من اگر چگالی رو بنویسم جرم تقسیم بر حجم، که چیزی که تو فصل اولم زیاد باهاش سر و کار داشتیم، پی وی هم که برابر با ان آر تی بود، مینام این معلومه. ببین چگالی رو نوشتم جرم تقسیم بر حجم، پی وی هم مساوی است با ان آر تی، که اگه من جایگزین کنم
این رو چگالی میشه پی ضرب در جرم تقسیم بر ان آر تی، که اگر به جای ان همون جرم به روی جرم مولی رو بنویسم، ببین ام کوچیک جرمه، جرم گازمه، ام بزرگ جرم مولیمه، جرم به روی جرم مولی، این آشنا اینا کن، ام بزرگ جرم مولی، ام کوچیک جرم گاز. این دوتا رو با هم ببینی شاید برات بهتر باشه. پس به جای ان کوچیک نوشتم، به جای ان کوچیک نوشتم ام کوچیک تقسیم بر ام بزرگ، این میشه تعدادمون، که اگر این رو دوباره داخل به جای این ان بذارم چگالی میشه پی ضرب در ام کوچیک، تو مخرج میشه ام کوچیک تقسیم بر ام بزرگ آر تی، ام با ام ساده میشه. در نهایت میرسم به این که چگالی برابر است با پی ضرب در ام بزرگ، که این جرم مولیه، جرم نیست، جرم مولیه، تقسیم بر آر ضرب در تی، تو اینا تو مخرجن، که خب من میدونم این آره همیشه ثابته، فرق نمی کنی که این آره همیشه یه عدد ثابتی هستش. پس آر دو به آر یک، یعنی چگالی حالت دوم به چگالی حالت اول، میشه پی دو به پی یک ضرب در ام دو به ام یک ضرب در تی یک به تی دو، چون تی داخل مخرجه، عکس میشه. پس چگالی گاز به چیا بستگی داره؟ یکی این فشاره، یکی این جرم مولیه، یه دونه هم این دماه، فقط دماه برعکسه، که این رو باید یاد بگیرم، ازش سوال بعضا میشه استفاده بشه. خب دوباره این نکته هایی که قبلا بهت گفتم الان بازم نوشتم، ام جرم مولیه، تی کلوینه بچه ها. یه چیزی رو حواسم باید باشه که حالا نکتهش هم میدونه، به یکسان بودن واحدها دقت بشه، یعنی اینکه آقا مثلا اگر یه جا حجم رو بر حسب متر مکعب میذاری اونورم متر مکعب بذار، سانتی متر مکعب میذاری اونورم سانتی متر مکعب بذار، اصراری نداریم که حتما به اس آی بذاری، ولی این مهمه که دو طرف یکسان باشه. ولی حالا تو بعضی از سوالا که اصلا میاد بهت میگه آقا تهش بگونه من چند سانتی متر مکعب حجم، چند متر مکعب، اونجا دیگه داستان فرق میکنه. خب این آره رو ما گفتیم ثابت جهانی گازهای کامل، گفتم یه عدده، مقدار واقعیش برابر است با 8.314 ژول به روی مول ضرب در کلوین، که معمولا اون رو 8.3 یا 8 میگیریم، حالا بستگی، معمولا 8 میگیریم و سوالمون رو حل میکنیم. خب میگه آووگادرو، همون عدده بود، آقای آووگادرو بیان کرد که اگر دما و فشار یک گاز تغییر نکند، نسبت حجم گاز به تعداد مولکول های آن، یعنی V تقسیم بر N، N بزرگا، این دیگه N کوچیک نیست، N بزرگ تعداد مولکول های گازه، مقداری ثابتی است. پس گفتیم V به روی N بزرگ برابر است با مقداری ثابت، که این N بزرگ برابر است با N کوچیک ضرب در NA، N کوچیک ضرب در NA، که اگر جایگزین کنم V میشه V تقسیم بر N کوچیک، که مقدار ثابت رو به من میده. من الان اینو به جای این جایگزینش کردم که حالا مقدارش به دست میاد. این یاد میاد همین گفتم آقا پی وی تیوم یه مقدار ثابتی، اینجا نها کن، اگر پی وی تقسیم بر N تی بشه میشه برابر با R دیگه، R هم که گفتیم یه عدد ثابت جهانیه، N هم که تعداد مول گازمه. یاد میاد اولش اینقدر به تاکید کردم که برای یک مقدار معینی از گاز، یعنی این ان هم ثابت بمونه، پس عملا پی وی تیوم میشه یک مقدار ثابتی. خب الان از اینا ما با همدیگه مثال حل میکنیم، انشاءالله تو جزوه تست هم باهاش کامل سوال حل میکنیم. خب بریم مطلب بعدی رو با همدیگه ببینیم. بچه موضوع بعدی که میخوایم با همدیگه کار کنیم یه سه خیلی واضحیه، تو قطعا خودت میدونی، الان من برای توضیح بدم میبینی که چقدر یه چیز بدیهیه. میگه قانون پایستگی مول، اگر در حالت الف و ب شیر مخزنی باشد، ولش کن اصلا چی نوشته ولش کن. آقا من الان از شما یک سوالی دارم، تو این حالت الف اگه من شیر مخزن رو باز کنم، تعداد مول گاز من یه مقدار اینجا جمع میشه، یه مقدارم میاد اینجا جمع میشه، مجموع این تعداد مول گاز من با حالتی که شیر مخزن بسته بوده و همه مول گاز من اینجا جمع شده بوده فرقی میکنه؟ نه. پس مجموع وقتی که شیر بازه، مجموع چیزی که اینجا و بیرونه برابر با چیزی که
قبل از باز کردن داخل خود مخزن بود. اینو نگاه کن، اینو راحت تر میفهمی. الان من یه مقدار اینجا مول گاز دارم، یه مقدارم اینجا مول گاز دارم، این شیر رو بازش کنم، اینا میان با هم دیگه قاطی میشن. حالا تعداد مولی که کلن دارم با مجموع مولهای قبل با هم دیگه فرقی داره؟ برابره دیگه، مجموعش با مجموع این دوتا یکی خواهد شد. پس یه مقدار من اینجا مول گاز داشتم، یه مقدارم اینجا داشتم، وقتی که بازش کردم این دوتا با هم دیگه قاطی میشن. مثلا اول 4 مول اینجا گاز داشتم، 6 مول اینجا گاز داشتم، وقتی که بازش کنم این دوتا با هم ترکیب میشه 10 مول گاز. مجموعش برابره با چیزی که اینجا بود و اینجا بوده. به این میگن قانون بایستگی مول. خیلی واضحه این مول گاز نمیتونه فرار کنه نابود بشه بره، که باید بالاخره خودش رو نشون بده، که میگه آقا مجموع مول ها در حالت جدید ثابته، چیزی تغییر نمی کنه، nt برابر است با n1 به علاوه n2. حالا این n1 به علاوه n2 یه جا میشه n1 n2، یه جا میشه n1 و بیرونش میشه n2. که اگر من به جای اسخای میگم که اگر به جای این pvtium بنویسم، به جای این n، این r ها رو با هم دیگه ساده کنیم دیگه، pvtium برابر بود با nr، r ها رو ساده کنیم بندازیم بره چون برابره، به جای هر کدوم نوشتم pvtium میشه pt تقسیم بر tt، این یعنی در حالت نهایی توتال نهایی برابر است با p1 v1 به روی t1 به علاوه p2 v2 به روی t2. پس عملا من از پایستگی مول به این رابطه رسیدم که آقا این رابطه نسبی گازها در حالت اول در حالا در حالت نهایی برابر است با همین رابطه نسبی گازها در حالت مثلا اول به علاوه حالت دوم، که میتونم حالا از این داخل سوال ها ازش استفاده کنم. خب بریم ببینیم حالا این چیزی که گفتیم سوالش مثلا چطوری میتونه بیاد. این سوال خیلی خوبیه. میگه درون مخزنی به حجم 8 لیتر گاز کاملی در فشار 4 جو قرار دارد. شیر تخلیه مخزن را باز میکنیم تا فشار آن 2 جو کم بشه. واحد فشار رو اینجا جو بهم داده. تا فشار آن 2 جو کم شد. با فرض ثابت بودن دما، دما رو ثابت فرض کردیم، حجم گاز خارج شده در فشار جدید چند لیتر است؟ میگه آقا اون گازی که خارج شده به من بگو که حجمش چند لیتر هستش تو فشار جدید. خب بریم با هم دیگه سوال رو حل کنیم. بچه ها خودش به هم گفته که درون مخزنی به حجم 8 لیتر. پس اینجا حجمم 8 لیتر بوده. عرضم به حضور شما که گاز کاملی در فشار 4 جو. خب پس فشارم رو دارم 4 جو. حالا میگه شیر تخلیه رو باز میکنیم ایناش تا فشار آن 2 جو کم بشه. خب بچه ها فشار این اول 4 جو بوده، 2 تا جو کم بشه فشار اینجا میشه برابر با 2 جو، فشار این داخل میشه 2 جو. حالا یه مقدار گاز اینجاست، یه مقدار گاز هم اومده این بیرون. ایناش من از تو یک سوالی دارم. وقتی این گاز اومده بیرون، از اینجا اومده بیرون، فشارش شده چقدر؟ تو دوباره میگی برابر با همین 2 جوه. این اومده بیرون، عملا دیگه فشار خود این بیرون رو گرفته، پس فشار اینجا میشه 1 جو. حالا حجم اینجا بچه چقدر بوده؟ حجم اینجا، این که حجم این ظرفه که تغییر نکرد، پس اینجا همون 8 لیتر مونده. من میخوام حجم اینجا رو به دست، حجم این گازه رو به دست بیارم، که میگم آقا V بر حسب لیتر چقدر خواهد. خب من میگم که اون رابطه پایستگی مول و اینا یادت میاد، میگفتم pvtium ثابت. خب pvtium اینجا برابر است با اسم اینجا رو، مثلا اسم اینجا رو بذارم حالت 1، اسم اینجا رو بذارم حالت 2، اینجا رو بذارم حالت 3. پس pvtium در حالت 1 برابر است با pvtium حالت دوم، این تیکه به علاوه pvtium اونجا، چون اینجا به علاوه اونجا می شود همین pvtium در حالت سوم. تمام نکته سوال که شما باید رعایت می کردی بحث و بررسی یه جو بود، که نیا بگی فشار اینجا همین 2 جوه، نه همون 1 جوه اومده بیرون قرار گرفته. خب خودش گفته که دما ثابته و اینا رو بنداره، خیت خورد، عملا شد پی وی حالت 1 برابر است با اونا.
خب پی اینجا بچه ها برابر با چقدره؟ 4 جف ضرب داره. حجم اینجا چقدر؟ 8. آقا تبدیل واحد میخواد. تو اینجا وقتی جو گذاشتی فشارا رو، اینجا مگر جو بذاری هیچ مشکلی برات پیش نمیاد. 4 ضرب درش برابر است با پی وی اینجا بچه‌ها برابر با چقدره؟ فشار اینجا 2 ضرب در حجم اینجا که 8، این به علاوه فشار اینجا که 1 ضرب در حجمش رو بنده میخوام. خب از اینجا این میشود 4 8 32 تا برابر است با 2 8 16 تا به علاوه 1 ضرب در وی که از اینجا وی این که بر اونور میمونه 16، وی بنده به دست میاد برابر است با 16 لیتر، چون این بر لیتر گذاشتم اینم لیتره، اینجا لیتر به دست میاد، پس حجم اون گازی که اینجاست میشود برابر با 16 لیتر. بچه ها من تو جلسه های قبلی مفصل راجع به سوالایی که ترکیب فشار و قانون گازها بود برای سوال حل کردم، ولی چون اینقدر مهمه براش یه دونه تیتر آوردم تو جزوه. ببین چقدر مهمه، یعنی از اسم تو مهمتره این. اصلا جلوش بنویس سوال کنکور، سوال کنکور من بنویس. چون هزاران تا ستاره هایلایت اینا کن، سوال کنکورت بنده خدا، تو با همین یه دونه تست شهرستانتو میکنی تهران. ببین چقدر مهمه، فیزیک درس مهمیه، سرنوشت سازه. خب میگه در ظرفی مطابق شکل روبرو مقداری هوا بالای ستون جیوه، ایناش ببینید ستون جیوه، اینجا یه مقداری هوا وجود داره، لوله را به آرامی چند سانتیمتر پایین ببریم تا ارتفاع ستون هوا یعنی اینجا نصف شود، فشار هوا 76 سانتیمتر جیوه و دما ثابت است. خب بریم سوالمون رو حل کنیم بچه ها. ایناش ببینید من شکلاش رو برای شما کشیدم. میگه آقا اینو من چقدر ببرم پایین؟ پس اگر در حالت اول اینجا باشه این رو از من میخواد، این میزان رو من جا به جا کردم. من یک سوالی از تو دارم، یک سوال. من بدون استفاده از قانون گازها یعنی اون پیلیتیوم دریوری ها میتونم سوالم رو حل کنم، بنویسم آقا فشار اینجا برابر است با مثلا فشار هوا، اینجا هم فشار هوا بی برابر است با فشار هوا. خب بنده خدا تو مگه فشار اینجا و فشار اینجا رو داری؟ مگه گفته خلأه؟ نه، اینجا هوا داریم، اینجا فشار هوا داریم. چجوری داری اینه همون چرت و پرتایی که ما تو اون فصل میگفتیم اینجا رو تو داری خلأ میگیری؟ کجا گفته اینجا خلأه؟ آره اگر میگو خلأ من در نظر میگرفتم که اینجا فشاری نداشته باشه، ولی اینجا فشار داره. اصلا همه نکته سوال فشار اینجا و اینجاست. پس مهمه، باید بفهمی، باید درک کنی، اصلا هیچ راه فراری نداریم. آقا بنده یک سوالی از شما دارم، پی آ برابر است با چی بچه؟ فشار در نقطه آ برابر است با چی؟ اینو دیگه همه میدونن که فشار در نقطه آ برابر است با فشار در این نقطه، این نقطه هم که یعنی فشار هوا، یعنی برابر است با 76 سانتی متر جیوه. ببین پاسکال، جو، اتمسفر از این شروورا نیستا، سانتی متر جیوه است. خب حالا مقدارش که 76 سانتی متر جیوه حاصل از چیه بچه‌ها؟ حاصل از این جیوهی که بالا سرشه و این هواه دیگه، و این هواه. خب 40 سانتی مترش که خود جیوه است، بیا این 40 تا به علاوه فشار هوا، که خب فشار هوای اینجا من اسم اینو میذارم حالت اول کل اینجا، میگم پی یک هوا عملا از اینجا بچه ها به دست میاد چقدر؟ این 76 اینم 40، این میشه 36 تا. خب 36 چی؟ سانتی متر جیوه. تو انقدر تو مخی که دلت میخواد اینو ببری به پاسکال تبدیل کنی، ببر تبدیل کن به من چرا. این از این. پس من فشار هوای اینجا رو در آوردم 36 سانتی متر جیوه. حالا برم اینجا، برم من همه چی رو اینجا در آوردم، حالا برم اینجا میگم بچه‌ها پی بی برابر با چیه؟ پی بی برابر با دوباره فشار اینجاست که اینجا هم فشار همین هوای دیگه که همین 76 سانتی متر جیوه. ببین هوایی که میگم یه دونه این هوای، هوای اینجاست که همون 76 سانتی متر جیوه، یه دونه هوای اینجا منظورمه، این دیگه 76 سانتی متر جیوه نیست، این فرق داره. اینجا هم وقتی میگم 76 سانتی متر یعنی اینجا، یعنی بیرون، اما بیرون که همین دیگه 76.
به علاوه حالا خورت و ملاجم این برابر است با این. حالا حاصل از چیه بچه ها؟ حاصل از این جیوهی که این بالا سر اینه، جیوهی که بالا سر اینه به و چی؟ و این فشاری که اینجاست، من اسم اینجا رو میذارم هوای دو، و فشاری که تو این هوای دو من دارم. خب برم ببینم این هوای دو و یه مقدار جیوم شده 7.6. برم هوا رو به دست بیارم، هوا رو میتونم به دست بیارم از کجا؟ از اینجا که میگم پی یک وی یک تی یک همون قانون گازها، همون رابطه نسبی گازها پی یک وی یک تی یک برابر با پی دو وی دو تی دو. خب تی که با تی میره، خودش خود دما ثابته، چی چرتو برته. الان اینجا رو نگاه کن، قبول خودش گفته چقدر بشه، گفته نصف بشه، اول 20 بعد بشه 10 سانتی متر، خودش گفته دیگه ستون هوا نصف بشه شد 10 سانتی متر. خب الان بنده از شما یک سوالی دارم، حجم اینجا بچه‌ها قبول نمیشه مساحت ضرب در ارتفاع، این هم میشه مساحت ضرب در ارتفاع. خب مساحتی که برابر میندازیم اونور، الان حجم چند برابر شده؟ از 20 اومده در، یعنی نصف شده. حجم نصف بشه، حجم نصف بشه، وی دو به وی یک شده یک دوم، در نتیجه پی دو به پی یک برابر میشه با دو. پی وی باید ثابت باشه دیگه، پی وی باید ثابت باشه. پس فشار باید دو برابر بشه. فشار اینجا چقدر بود؟ فشار اینجا 36 سانتی متر. پس الان فشار اینجا، فشار اینجا میشه 36 ضرب در 2 که میشه 72 سانتی متر جیوه. پس فشار اینجا شد 72 سانتی متر جیوه، این شد 72. پس کلش هم که 76ه، پس این میشه چقدر؟ این میشه 4. پس این میشه 4 سانتی متر، یعنی من 4 سانتی متر جیوه دارم. کل این شد 14. کل این بچه ها چقدر بود؟ یه 20 تا با یه 40 تا کلش بود 60 تا، 14 تا ازش کم کنم 10 تا کم کنم 50 تا، 4 تا دیگه هم ازش کم کنم این میشود 46 سانتی متر. یعنی من باید 46 سانتی متر این رو ببرم داخل تا فقط نصف بشه، تا این ستون هوایی بنده نصف بشه. آقا تبدیل واحد میخواد؟ نه، وقتی اینجا سانتی متر جیوه گذاشتیم، برم سانتی متر جیوه گذاشتیم، ساده میشه با هم دیگه، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد.